اعتراف زلمی خلیلزاد از عدم پیشرفت در گفتگوها با طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفت هنوز گامهای جدی در راستای گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس با طالبان برداشته نشده است. با گزارش سپوتنیک، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که روز گذشته از طریق ویدیو کنفرانس با رهبران جوان افغانستان در سفارت آمریکا در کابل صحبت میکرد گفت هنوز گامهای جدی در راستای گفتگوهای بین الافغانی برداشته نشده است. خلیلزاد اظهار داشت که در بخش پایان جنگ و آتش بس فراگیر و دائمی نیز هنوز پیشرفت‌های صورت نگرفته است. وی بار دیگر با اشاره به زمانگیر بودن توافق صلح تاکید کرد. تا زمانی که روی همه مسائل با طالبان توافق صورت نگیرد، هیچ توافقی در کار نخواهد بود. روز گذشته 120 جوان از سراسر کشور برای بحث روی روند صلح در سفارت آمریکا در کابل گرد هم آمده بودند. خلیلزاد از رهبران جوان افغانستان خواست که در تلاش های صلح با او همکاری کنند. از سوی هم جان بس سفیر آمریکا در کابل نیز در مورد آغاز گفتگوهای بین الافغانی گفت آیا مردم افغانستان و طالبان می توانند برای حل مسائل دست یابند که شما را از هم جدا و متفرق ساخته است تا شما را همزیستی مشترک را دریابید؟ پاسخ این سوال نزد حکومت آمریکا نیست، ولی ما آماده هستیم تا در راه یافتن این پاسخ یا پاسخ ها با شما همکاری کنیم. آقای بس با اشاره به تلاش های زلمی خلیلزاد افزود که او سعی دارد با افغان ها کمک کند که پاسخ این پرسش ها را دریابند. او از جوانان خواست که در مورد صلح با طالبان محلی گفتگو کنند و یک بحث ملی را در این زمینه برا اندازند. این در حالی است که زلمی خلیلزاد همگنون در چارچوب هفتمین دور سفر جهانی و منطقه‌ای خود در مورد صلح افغانستان در بریتانیا به سر می‌برد و با مقام‌های کشور سرگرم گفتگو است. قرار است زلمی خلیلزاد تا دو روز دیگر در نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و چین روی مسائل صلح افغانستان در مسکو شرکت کنند. زلمی خلیلزاد به تاریخ 21 اپریل دور هفتم سفر خود در مورد صلح افغانستان را آغاز کرده است و قرار است تا 11 می از کشورهای بریتانیا، روسیه، افغانستان، هند، پاکستان و قطر دیدار کند. او در پایان این دور سفر خود با نمایندگان طالبان در قطر نیز مذاکره خواهد کرد. تشکر از توجهتان. ایام به کامتان.